داد. محمد رضا شفیعی کتکنی، میم سرشک، اینا نمونه است به شما معرفی میکنم که بتونید گولی استاد پستادار رو نخورید. تو جوان ایرانی آریایی، تو جوان ایران دوست اوستایی، میلیون بار از این جرسومه های پلیدی که آخوند هستن ولی کراواتی، با شرفتر، داناتر و فهمیده داری. این یارو شفیع کتکنی، اولا بهتون بگم که طایفتن آخوندن، یعنی طایفتن آخوندن و سید و سادات تازی، اینا کسایی که سیدی رو میذاره کنار، نمیگه سید محمد رضا شفیعی کتکنی، میگه محمد رضا شفیعی کتکنی میذاره، اینا سیدیشون رو میذارن کنار که بتونن بهتر نفوذ کنن، چپول بودنشون رو میذارن کنار که باز بتونن بهتر نفوذ کنن. این تبارش که شیخ آخوند و ملا بودن تا سادات تازی و مدرسه مخ، مخشوی انسان ها رو در دستاشن، این نمونه است دارم بهتون میگم. این خودش هم دیپلم نگرفته، دیپلم نداره ایشون، به هیچ عنوان مدرسه رضا شاهی نرفته ایشون، چون خاندانش اینا، خانوادهش مخالف شاهی و پادشاهی و اینا بودن. این رفته و عرض کنم خدمتتون که درس آخوندی خونده و درس آخوندی رو که تموم کرده، بعدها درس آخوندی رو که تموم کرده، اصلا مدرسه نرفته، نه کلاس اول، نه کلاس دوم، نه دیپلم، نه گرفتی، نه هیچ کدوم نداره، برید ازش بگید داره بیاد منتشر کنه، نکرده. اومده و عرضم به حضور شما بعد مدتها با همین بازی های سادات تازی، که میدونید اینا تا ارگان های برای قدرت زمان پادشاه هم بودن که به مطهری دکترای افتخار دادن، بعد شد استاد دانشگاه الهیات، مطهری هم دانشگاه دیده نبود که، یه شد استاد دانشگاه. بعد به اینم میان یک رتبه میدن، بعد یارو مینویسه اون کسی که بی رو چیز استاد دانشگاه این میده پستو، مینویسه این رو به خاطر فضل و فضلی که این آدم داره ما بهش دادیم، بخاطر فضل بهش مقام استادی دادن، یعنی دکتر و فرانو. بعد بره دانشگاه هم رفته بوده درس بوده، حالا میگه قیافه میگیری میبینید، میگه میشینه صلوات و حمد و قل و الله بخونید برای اینا. بعد از یارو که تجلیل میکنه، کیه؟ یکی از پاسداران نظام اسلامی فقاهتی سادات تازی. دلم میخواد به احترام استاد مظاهر مصفا همه ما از جای خود برخیزیم. و فاتحه بخوانیم همه ما مسلمان ایران. پس شما مهربان یاران باید این رو بدونید که دشمن نشسته هر روز هر کاری میکنه که با تقویت اسلام ما رو نابود کنه، ما رو سربنیست کنه. شما باید ذکاوت داشته باشید، شما باید از این تیر بختی که از فردوسی 1000 سال پیش گفت تا الان ادامه داشته و داره بیایید بیرون. تا نیاید بیرون مبارزه نکنید، اینا همینجور شما رو خر میکنن. با حدی که شما در نظر بگیرید، این خیلی جالبه، مرتیکه احمق میاد میگه منبر حرف صدام حسین رو میزنه. صدام حسین اینه که 8 سال مردم ما جنگیدن، صدها هزار ایرانی کشته شد، ایران ویران شد، میلیاردها دلار خسارت وارد شد، بعد میاد خسارتی میداد نداد که یک دلار اینا دارن میدن به اونها، به عراقی ها، بعثی ها، همین بعثی هایی که با ما جنگیدن همشون هم شیعه بودن، چون عراق اکثریتشون شیعه هست، به اینا دارن حقوق میدن اینجایی که پول بگیرن به جنگ زده های ما بدن، قهرمانان و سلحشوران آریایی که جنگیدن با صدام حسین، الان نون ندارن شب بخورن، پول به اونها که نمیدن هیچ. شما ببینید اینا رو بهشون امکانات میدن، تریبون میدن، بعد یک سری آدم های بیوطن نابکار پای منبر اینا میشینن و میگه اهواز چرا میگید؟ بگید محمره صدام حسین گفته، بگید محمره جنگ را انداخته که اینجا رو بگیره، بگید محمره بعد دیگه این ما که نیستیم، خود یارو مسئولان دارن میگن. یعنی لاریجانی رفت پریروز هفته پیش لبنان، برای چی رفته بود خدای لبنان؟ برای چی؟ بعدم یارو میگه رئیس، چون هنوز برای اینا تو رئیس نماینده خامنه ای رفته اونجا، آقا رفته گفته ما میخوایم به هر لبنانی ما 300 دلار پول بدیم، به ایرانی 3 دلار هم نمیدن رایانه، 3 دلار
به لبنانی 300 دلار میدن، اینم سندش. بتعتبر الى اي مدى في عندك قدره انه تقول نحن قادرين نصمد كمان عم نحكي بوضع نازحين ضاغط جدا، قادرين نصمد كبلد اقتصاديا؟ ما فينا بلا مساعده، قلنا له اليوم للرئيس لاريجاني، قلنا له بعتقد قلت لك اني كانوا بيحبوا عبر الدوله اللبنانيه، بس الدوله رفضت. رفضت الدوله، صار الدعم بده يصير عبر الحزب للناسحين حتى من هلا، يعني مش بعد نهايه الحرب. هلا هاليومين بدهم يوزعوا على العيال 200-300 دولار على العائله، بلشت الاليه. هلا بعتقد هاليومين توصل لعنا على المنطقه، بلشت بمناطق تانية. لانه ما فيكي دعم للنازحين، هاي دي المرحله الاولى. بعدين تنتقل اعاده اعمار وهيك، بس توقف الحرب. بس هاي للنازحين. هلا بعد شما بیاید قهرمانان تاریخی خودتون رو از یاد ببرید، اینا بیان افتخارات کهن شما رو بزنن. بعد خیلی خوش آمد، من این فیلم کوتاه رو دیدم، یه بانوی در آلاش، یارو میره ازش میپرسه میگه موزه کجاست، میگه موزه چی قنا؟ خانه اعلی حضرت رضا شاه بزرگ با هم خدمات. شما ببینید این چنین سلحشورای زنایی وجود دارن توی سرزمین. بعد وجود میلیون ها ناوجود با قول پادشاه اکثریت خاموش، روز به روز ما رو به بدبختی و بیچارگی و بیراهگی می کشونه. سلام خانم. سلام عزیزم، خوش اومدی. قربونت، مرسی. خانم موزه کدوم طرفه؟ ما موزه نداریم، خونه اعلی حضرت داریم. موزه کی گفت خانم؟ میگن دیگه. آخه کی گفت موزه؟ ما خونه اعلی حضرت این همه خدماتی که کرد، رضا شاه این همه خدماتی کرد، شپش داشتن مردم، شپش رو جمع کرد، کسیبی رو جمع کرد، میکروب رو جمع کرد، مریضی رو جمع کرد، ووار رو جمع کرد، حالا شد موزه خونه علا حضرت. دمت گرم رضا شاه. روحش شد. مرسی. روحش شد. اصلا ایران مطرح نیست، برای ایران مطرح نیست که یارو میاد میگه بگید محمره که میاد مای 300 دلار میده و ایران رو نابود کردن اینها. برای ایران اینها نابودی میخوان. بس آقا، روزی که خرمشهر آزاد میشه، رادیو داره خبر آزادی خرمشهر رو میده، یه دقیقه هم بیشتر طول نمیکشه، یک دقیقه خمینی پا میشه که بره بیرون، دخترش، بچهش، نوش اونجا میگه بابا نره، خرمشهر آزاد شد، داره اخبار میگه، وایس رو گوش کن، میگه من بیرم مستراف. مثل همون نهی که تو آبه ما گفت، یعنی توهین به تاریخ و تمدن تو. با شما این سید اولاد پیغمبر چه قبری برایش ساختیم؟ چه خوراشت و قیمه سبزی میرید اونجا میخوری؟ بعد این بچه های سلحشور ما 9 ساله، 10 ساله، 14 ساله که هستن، شما ببینین همه فرهیخته. من این جوان نازنین و رعنا امیر حیدری که دیدم با این سخنرانی که میکنه، پرسیدین که کتاب ها به چه درد میخورن. کتاب ها اینجوری هن که خلوت یکی از مهمترین اصلای زندگی انسانه و چه بسا رسیدن به موفقیت شاید داخل یه بوری از زندگی باشه که کسی کنارت نباشه و فقط خودت باشه. خلوت جز مهمترین اصلای زندگیه. پس کتاب ها خلوت تو از یک چهاردیواری به یه جهان تبدیل میکنن، نه صرفا یه شهر، یه جهان، یعنی خودت خدای جهان بشی، چی از این بهتر؟ و شخصیت منسجم و استدلال آور میدن. کتاب ها متفکرت میکنن. تفکر مهمترین چیزه توی زندگی انسان. آدم خوشبخت کسی نیست که صرفا پولی داشته باشه، پول زیادی داشته باشه، یه زندگی خیلی خوبی داشته باشه. آدم خوشبخت اونه که از گذر زمان ندامت و پشیمانی نداشته باشه. کتاب ها با متفکر کردن تصمیم درست و جلو راه قرار میدن که خود تصمیم درست رو بگیری و انسان خوشبختی بشی. تو چند سالته خودت معرفی کن؟ من 14 سالمه، امیر حیدری هستم. در رابطه با کتاب و کتابخوانی لذت بردم. بچه 14 ساله 500 تا از این استادای شفیع کدکنی که سهله، 50,000 تاشون هم به پایی نمیرسن. یارو شاعر، شاعره میدونید که ساحری است، شعر گفتن یک نوعی
جادوگری است، چون با کلام تو میتونی کاری بکنی که صدها کتاب و نمیتونی بکنه. اکثر کسایی که سن و سال بالایی داشتن با شاعری دخترای جوان خوب عاشقشون شدن و هستن و میشن و از قدیم بوده تا الان، یعنی عاشق میشن، عاشق کلام ساحری است. این شفیع کتکنی متکنی ها اینا رو امروز نمونه بهتون میگم که شما برید اینا رو پیدا کنید، اینا زیادن. هر کی تبلیغ تازی رو میکنه، تازی پرستی در ایران میکنه، استاد مستادش نگید، دل لگد بهش بزنید. اینا همه در طیف علی شریعتی های دروغگو هستند. شریعتی من گفتم شیرین سخن، افسانه پرداز و افسونگر شیرین سخن، حرفای قشنگ میزنه، ساحر جادوگره. و علی شریعتی رو مشخصا، این رو من از پدرش گرفتم، استاد محمدی شریعتی به من میگفت که فلانی علی ما زبان ساحرانه داشت. من رفتم تو فکرم اون سالا، یعنی بچهش میگفت جادوگره، حرف که میزنه میتونه از دوغ شراب برای تو جلوه بده، شراب رو میتونه آب خوردن بکنه یا سرکه بکنه، متوجه میشین؟ حالا هم اینا اینجوری است. این بچه امیر حیدری اینا رو باید سرمون بذاریم، اینا عشق ایران. بعد ما پادشاهان بزرگی داشتیم که اومدن افتخار برای این میهن و سرزمین گذاشتن. این سادات تازی اینقدر تعدادشون زیاده و اینقدر نفوذ زیاد دارن، به هزار و یک اسم، روشنفکر، نویسنده، شاعر، اندیشمند، صاحب روزنامه، صاحب مغازه، صاحب فلان. امروز شفیع کتکنی رو مدل بگیرید، مدل بگیرید این جرسومه های پلید. آقای میم سرشک، تو خجالت نمیکشی تو سرزمین بزرگ شدی رو شدی فاتحه بخونن؟ فاتحه برای خودت بخون. اینا همه تبلیغ دین تازی میکنن و دوام دین تازی در ایران یعنی دوام همین ذلت، بدبختی، بیچارگی که شما داشتید و دارید تا حالا. عزیزان من، همین حزب بعث داره بر شما حکومت میکنه. حزب بعثه. چند نمونه امروز براتون گذاشتم از 300 دلار و سیده میگه محمره و خمینی میره دستشویی به خاطر که آزاد شده.